سلام آقای بهنود، بریم نگاهی کنیم به روزنامه های روز 19 بهمن که فضا باز هم هی داره انقلابی تر و مهیج تر میشه. مهمترین حادثه اون روز این عکسی است که میبینید، متعلق است به زنده یاد حسین پرتوی، عکاس روزنامه کیهان. این عکس در حقیقت دیدار همافرا رو یا بخشی از همافرا رو با خمینی نشون میده، ولی این صحنه که دارید میبینید که با این تیتر هزاران نظامی امروز از برابر امام رژه رفتند که تیتر کیهان هست، این در حقیقت کمر ارتش شکست. حالا ممکنه بگیم اگر این نمیشکستم دو روز بعد میشکست، ولی از اینجا شروع شد. این عکس تأثیر عجیب و غریبی در فضا گذاشت. چند روزی بعدش خب انقلاب پیروز شد، ولی از این روز به بعد سرعت عجیبی گرفت ریزش ارتش، و وقتی این عکس چاپ شد، واکنش اولیه بختیار و نظامی ها که برای اولین بار رفتن به دیدن بختیار به دنبال همین حادثه، فرمانده های نظامی، این بودش که گفتن نه، این عکس جعلی است و ساختگی است و به قول امروزی ها فتوشاپ، و البته موقع فتوشاپ نبود، و بنابراین انکارش کردن. ولی بعداً خب بخش های دیگه از این عکس رو فرداش که آن چاپ کرد، دیگه جای انکار برای کسی باقی نمون. نکته جالب دیگه توی این صفحه روزنامه کیهان برای من شعارهایی که هست. اون بالا داره میگه که نظامیان در راه پیمایی میگفتن ما قطره ای از ارتش تو هستیم خمینی. از قول زنها اینجا و این پایین گفته که خمینی خمینی توی مجری قرآن، بازرگان بازرگان نخست وزیر ایران. و بختیار هم گفته که نتیجه رفراندوم مخالفان را میپذیرم. یادتون باشه که در یه همچین روزی آقای شریف امامی که نخست وزیر قبل از آقای عصاری بود از کشور رفت. بله، روزنامه اطلاعات داره نشون میده اینجا که خروج مرموز شریف امامی مرموزی هم نبود، بخاطر که ایشون به طور عادی از فرودگاه رفت، و به این ترتیب تنها نخست وزیر پیشین که در ایران باقی موند همون کسی بودش که در زمان حضور پادشاه به زندان افتاده بود و همونطور زندانی تحویل انقلابیون داده شد و بعد هم اعدام شد. آقای هویدا نخست وزیر 13 ساله دوره طلایی پادشاهی. و این به هر حال حادثه پاسخ نگفته موند در ذهن تاریخ. البته پادشاه در کتابی که در خارج از کشور نوشتن اشاره میکنن که ایشون میخواسته که آقای هویدا در تهران نباشه، پیشنهاد سفارت در بلژیک رو داده بودن، ولی ایشون قبول نکرده که این ماجرا مال قبل از زندانه، مال قبل از اینی که بره زندان، یعنی چند ماه قبل از این پیشنهاد صورت گرفته بود که همه چیز سر جای خودش بود. ایشون هم گفته بود که من دلیلی برای رفتن ندارم. این بالا هم از قول آقای خمینی میگه شاه در دادگستری محاکمه میشود. ولی یواش یواش هی این صحبت، این که انقلاب احساس پیروزی بهش دست داده و نظامی هم یواش یواش اومدن تو، اول بدنش اومده بعد فرمانده هاش اومدن، البته شاید اول فرمانده ها اومدن بعد بدنه اومده، نمیدونیم. و در نتیجه این صحبت که شاه چه میشه، شهبانو چه میشه، ولیعهد چه میشه، و تهدید و به اصطلاح تحریک و اینا فراوان تو روزنامه هست. بریم فردوسی رو ببینیم. فردوسی روزنامه در حقیقت مجله روشنفکری دهه 40 هست که یه مدت هم تعطیل بود و نزدیکای انقلاب دوباره در دوره عاملی تهرانی مثل بقیه مجلات، مثل رامصور و امید ایران، شروع به انتشار کرد. ولی میبینیم که او هم سرانجام پذیرفته که صحنه اینطوری شده که میبینیم. صفات داخلی فردوسی داره از اعماق جنبش میگه که خیلی جالبه که عکسای زنها رو نشون میده که اکثرا با چادر هستن. بله، بیشتر این تظاهراتی که داره نشون داده میشه، عکسش هم آقای احمد کاووسیان گرفته، بیشتر به نظر میرسه که تظاهرات سمپاتای مجاهدین هستند. از درود بر مجاهدین با عکس های شریعتی. در تظاهرات عمومی کمتر اتفاق میافتاد که تمام صحنه از خانمای محجبه باشه. بریم سراغ آیندگان و مقاله از آقای شمس لنگرودی، دو راه بیشتر نداریم، ویتنام یا شیلی.
این مقاله رو آقای شمس لنگرودی نوشتن در پاسخ مقاله خانم مشدمشایی که یادتون است در آیندگان چاپ شد و در اونجا ایشون سوال جدی رو مطرح کرد که کسی پاسخ این مرد رو نمیده، مقصودش بختیار بود. آقای لنگرودی در این مقاله به طور خلاصه نتیجه میگیره که دو تا راه در پیش هست برای ایران اگه انقلاب نشه، یکی این که ویتنام بشه، یکی شیلی بشه، یعنی یکی کودتا، یکی هم جنگ، و راه حل سومش هم لابد این هست که انقلاب پیروزی که شد چند روز. کلاً فضای عجیبی بوده. ممنون آقای بهنوت. سه روز دیگه تا انقلاب مونده و دوباره برمیگردیم و این سه روز رو هم مرور خواهیم کرد.